سلام علیکم، پیمان کشاورز صد، مدرس درس عربی از مدرسه مجازی روشنگر. سال تحصیلی رو به شما تبریک میگم. عربی دهم رو قراره با هم دیگه شروع بکنیم. میدونید که مدرسه مجازی روشنگر محصولات زیادی داره که شما علاوه بر عربی میتونید تو درس‌های دیگه هم از همش استفاده بکنید. کلن آنلاین و در واقع از راه دور میتونید تمام تحصیلات خودتون رو در کنار ما، دست و دست ما پیش برین و انجام بدین. ما میخوایم امروز در واقع درس اول عربی دهم شروع بکنیم. تو هر بخشی ما هر درس رو به سه بخش داریم تقسیم میکنیم. تو هر بخشی داریم یه چیز مشخصی داریم بهتون میگیم. مثلا در درس دهم که حالا بخش اولش هرچی هست، تو درس مثلا درس یکم، در درس یکم بخش اولش هرچی که هستش، درس دوم سوم چهارم همش به همین ترتیب هست دیگه. بخش اول هر درس شامل این هستش که ما اول میشینیم متن درس رو با هم دیگه با لهجه عربی با صوت زیبای عربی میشنویم و بعد من لغت به لغت براتون ترجمه میکنم. البته قبل از اینکه بیام لغت به لغت ترجمه کنم، الموجم رو هم به همین شکل میشنویم. بعد لغت به لغت برای شما ترجمه میکنم، واژه به واژه، نکات قواعدی که تو ترجمه به درد شما میخوره که میتونه تو امتحانتون به شدت کارساز باشه براتون. نهایتا اینکه اگر در اون درس الهوار هم داشته باشیم، هوار رو هم به همین ترتیب کار میکنیم. و اینکه بعضی وقتا تو بعضی از درس ها ممکن سوالاتی راجع به درس هم باشه، اونها رو هم در واقع حل میکنیم و کار میکنیم. این میشه بخش اول هر درس. در بخش دوم هر درس قواعد رو به شما آموزش میدم، خارج از کتاب، کامل، مفصل، خیلی سطح بالاتر از کتاب. و در بخش بعد هر آنچه تمارین هستش راجبش در واقع صحبت میکنیم، حل میکنیم، اونم سطح بالاتر از کتاب. پس در بخش اول میخوایم بریم سراغ درس اول. درس اولمون در واقع متنش رو اول با هم دیگه بشنویم، المعجم رو هم با هم دیگه بشنویم. بعد از اون من اینجا هستم که لغت به لغت، واژه به واژه، بحث معنا رو در کنار شما داشته باشیم. بریم سراغ درس الاول. الدرس الاول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ستایش از آن خدایی است که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را بنهاد. ذاك هو الله. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرة وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة وانظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرة. واژگان پایان درس. درس اول. انجم ستارگان، مفرد نجم. انزل نازل کرد. انعم نعمتها. اوجد پدید آورد. بالغ کامل. جذوه پاره آتش. درر مرواریدها، مفرد در. ذا این. هذا من ذا این کیست؟ ذات دارای
ذاک آن زانه زینت داد شراره اخیر پاره آتش ضیاء روشنایی غصون شاخه ها مفرد غصن غیم عبر قل بگو مستعیره فروزان منحمیره ریزان نظیره تر و تازه نمت رشد کرد مؤنث نما یخرج در می آورد خب بریم سراغ اولین بخش و درس اول و با همدیگه اینا رو بررسیش کنیم. خب درس اولمون که با این آیه قرآن شروع میشه، معناش هم که هستش، عروش هم که خونده شده، ستایش از آن خداییست که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را بنهاد. پس ما از اول این شعر داریم شروع میکنیم. ذاک هو الله، یعنی آن همان خداست. ذاک همون ذالک است، ذالک میشه آن دیگه، هو الله یعنی او خداست، ذاک هو الله میشه آن همان خدا است. آقا استش از کجا آمده؟ استش اینجا آمده که من توی جمله فعل ندارم. اگر در جمله عربی من فعل وجود نداشته باشد، من یه فعل است خودم استفاده میکنم، میذارم اونجا، میگم انا معلمون، انا میشه من، معلم میشه معلم. پس من نمیتونم جمله فارسی داشته باشم من معلم، بس فعل داشته باشه، فعلش از همون است استفاده میکنم، میگم من معلم هستم. اما بریم سراغ بیت اول. انظر لتلک شجره ذات الغصون نظره، به آن درخت، لتلک شجره نگاه کن، انظر، انظر میشه فعل امر، اگر من فعل امر داشته باشم این با همزه شروع شد و آخرش هم چی هستش؟ ساکنه. دارای شاخه های، ذات میشه دارای، زوزازی بعضی وقتا استفاده میشن، شما دیگه قواعدش رو نمیخونین، اسماء خمسه بهش میگفتیم که اینا همراه با یه اسم دیگه میاد، یعنی دارای صاحبه، بستگی به نقشش که یه جای زو میاد، یه جای زا میاد، یه جای زی میاد، ولی وقتی ذات هستش دیگه مشخصا به همون شکل ذاته. ذات الغصون دارای شاخه های النظره تر و تازه است، میگه به آن درخت نگاه کن دارای شاخه های تر و تازه است. خب بریم سراغ بیت بعدی. کیف نمت من حبتن و کیف ساره شجره، چگونه کیف از یک دانه. خب حبتن میشه دانه، میبینی؟ خب حالا چرا یک رو من استفاده کردم؟ اینی که این اسم در واقع به تنهایی اومده و مفرده، میتونم یکم به کار برم دیگه. خب از یک دانه، چه من بگم من حبتن واحدتن، روی یک بودنش تاکید میکنم، چه بگم من حبتن میشه یک دانه. چگونه کیف از یک دانه من حبتن رویده است نمت، و چگونه و کیف یک درخت شجرت، اینم بازالا همینطوره، شده است سارت. میگه چگونه یک دانه رویده شده است و چگونه یک درخت شده است. کدوم؟ میگه اون درختی که نگاه میکنیم و دارای شاخهای تر و تازه است، یه دونه دانه اتفاق افتاده، یه دانه رویده دیگه. میگه چطور اینطوری شده؟ داره به قدرت خدا، این ذاکه و الله راجب همینه، میخواد راجب قدرت خدا صحبت بکنه. فپس و قل من ذالذی یخرج منها الثمره، پس ف جستجو کن، ابحث، فپس میشه پس جستجو کن، و بگو و قل این کیست، من ذالذی که، الذیش میشه که، من ذالذی که از آن میوه، من هست ثمره، بیرون می آورد، یخرجو. میگه پس جستجو کنه، بگو این کیست که از آن میوه بیرون می آورد. از چی؟ از اون دانهه، از اون دانهه که کاشته شده در زمین، از اون دانهه که درخت شده، از اون دانهه که الان من به شاخهای تر و تازش دارم نگاه می کنم، کی گفته که از این میوه میتونه بیرون بیاره؟ وانظر الی الشمس التی جزوتها مستعره، و به خورشید، الی الشمس نگاه کن، انظر که علتی پاره های آتش آن، جزوتها، جزوت میشه پاره های آتش، خب آنم میشه ها، فروزان است مستعره،
اصلش کجاست؟ گفتم وقتی من تو جمله فعل نداشته باشم دست میکنم تو جیبم یه دونه اصل در میارم. میگه و به خورشید نگاه کن که پارهای آتش آن فروزان است. فیها ضیاءٌ و بها حرارتٌ منتشره. در آن فیها روشنایی است ضیاءٌ. ببین جمله همینه ها، فیها ضیاءٌ، در آن روشنایی هست. و با آن و بها گرما حرارتٌ پراکنده می شود منتشر. یعنی در آن حرارت در آن پراکنده است، یعنی حرارت در آن پراکنده می شود. میگه حالا به خورشید نگاه کن که پاره های آتش فروزان دارد و در آن روشنایی است و گرما هم پراکنده می شود. یعنی به ما روشنایی نور و گرما رو داره چکار میکنه؟ میرسونه و منتقل میکنه. من زلزی اوجده ها فجو مثل شرره. این کیست؟ من زا که اللذی آن را ها پدید آورده. اوجده این کیست که آن را پدید آورده؟ چی رو؟ خورشید را. در آسمان فجو مثل مانند پاره آتش مثل شرره. میگه این کیست که آن را پدید آورده، یعنی خورشید را پدید آورده در آسمان مانند پاره آتش. اون پاره آتش رو در آسمان قرار داده، خورشید رو قرار داده و نور و گرما به ما میرسد. زا که هو الله الذی انعمه من منحمره. آن زا که همان خداییست که هو الله الذی، به این عنوان دست زا که هو الله ها، یعنی آن همان خداییست. حالا که آن همون خداست، حالا من ذاکر و الله لذی، آن همون خداییست که نعمتهایش انعمه منحمره ریزان است. است رو هم داریم چکار میکنیم؟ اضافه میکنیم. زو حکمت بالغت و قدرت مقتدره. گفتیم زو و زا و زی مثل ذاتن، ولی وقتی مضاف واقع میشن به یه اسم دیگه اضافه میشن. بعض بستگی به نقشی که تو جمله دارن، یه جای زو میشن، یه جای زا میشن، یه جای زی میشن، درسته؟ پس همون معنی ذات رو براش استفاده میکنیم. زو حکمتن بالغتن یعنی دارای حکمتی کامل و قدرتی بسیار، قدرت مقتدره یعنی قدرتی با اقتدار، قدرتی قدرتمند است که استش هم اضافه میکنیم. دارای حکمتی کامل و قدرتی بسیار است. کی؟ خدا. بریم صفحه رو ورق بزنیم، صفحه کتاب رو، به بیتای آخر داریم میرسیم. انظر الی اللیل فمن اوجد فیه قمره. میگه به شب، الی اللیل نگاه کن، انظر پس ف چه کسی. حالا میگه یعنی چی؟ میگه به شب نگاه کن پس چه کسی این کارو کرده، یعنی بگو چه کسی این کارو کرده. این بگوی که منجا داخل پرانتز آوردیم برای روانی کلامه، برای در واقع روانتر شدن واژگانمون هستش، جملمون هستش. میگه به شب نگاه کن پس بگو چه کسی من در آن فیه ماه را قمره پدید آورده است. اوجده. میگه به شب نگاه کن پس بگو چه کسی در آن ماه را پدید آورده است. همونطور که به خورشید نگاه میکنی در روز که نور و روشنی و گرما و فلان داره میده، حالا به شب هم نگاه کن و ببین که در واقع چه کسی ماه رو درش پدید آورده است. و زانه به انجمن که درر المنتشره. و آن را خود از زانه با ستارگان به انجمن زینت داد. زانه و آن را با ستارگان زینت داد، مانند مرواریدهای پراکنده که درر المنتشره، مانند مرواریدهای پراکنده. و انظر الی قیم فمن انزل منها مطره. و به ابر نگاه کن، انظر نگاه کن الی قیم به ابر. پس اینجا همینطور میگه، پس میگه پس چه کسی، پس بگیم پس بگو چه کسی. و به ابر نگاه کن، و انظر الی قیم پس ف بگوش. و اینجا ما از مفهوم جمله خودمون استفاده میکنیم. چه کسی من از آن منهو باران را متره نازل کرده است. میگه و به ابر نگاه کن پس بگو چه کسی از آن باران را نازل کرده است. در واقع داریم میگه که این پدیده‌های طبیعی، این درختی که از یک دانه به وجود میاد، این خورشیدی که با این نظم در آسمان قرار گرفته و این شراره‌های آتش رو داره میرزه به سمت زمین که نور و گرما داره به ما میده، این ماهی که در آسمان هست، این ابری که هستش که از آن باران داره میاد، و و و و چه کسی به وجود آورده این پدیده‌ها رو، که به این نتیجه میرسیم که خداوند این کار رو انجام داده است. خب قبل از اینکه ما این واژگان رو هم که الموجم رو هم که خوندیم، قبل از اینکه این
بحث امروز رو ما بخوایم ببندیم، یه هوار داره که این هوار رو میخوایم با همدیگه بخونیم، با همدیگه معنا کنیم و در واقع راجب معناش و اون واژگانی که وجود داره که به مکالمه شما مربوط میشه هم در واقع برسیم. پس بریم سراغ هوار، با همدیگه هوار رو بشنویم، در واقع خوندنش رو یاد بگیریم که چی هستش و بعد لغت به لغتش رو با همدیگه کار میکنیم و معنا میکنیم. در گروه های دو نفره شبیه گفتگوی زیر را در کلاس اجرا کنید. حوارات التعارف في مطار النجف الأشرف. زائر مرقد أمير المؤمنين علي عليه السلام أحد الموظفين في قاعة المطار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أخي. صباح النور والسرور. كيف حالك؟ أنا بخير، وكيف أنت؟ بخير والحمد لله. عفوا، من أين أنت؟ أنا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ما اسمك الكريم؟ اسمي حسين، وما اسمك الكريم؟ اسمي عبد الرحمن. هل سافرت إلى إيران حتى الآن؟ لا، مع الأسف، لكني أحب أن أسافر. إن شاء الله تسافر إلى إيران. إن شاء الله. إلى اللقاء، مع السلامة. في أمان الله. في أمان الله وحفظه يا حبيبي. خب، عنوان هوارمون التعارف في مطار نجف الأشرف، یعنی آشنایی در فرودگاه نجف اشرف، و دیالوگ بین دو نفر هست. یکی زائر مرقد امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یعنی زائر مرقد امیرالمؤمنان هست علی علیه السلام، و احد الموظفین فی قاعة المطار، یعنی یکی از کارمندان در سالن فرودگاه. خب عنوان در واقع این هستش. سمت راست زائرمون هستش، گردشگرمون هستش، گردشگر مذهبی رو بهش میگیم زائر، و سمت چپمون در واقع اون کارمند هستش. بیایم از زائر شروع میکنیم که با السلام علیکم داره اون دیالوگ و اون در واقع هوار رو شروع میکنه، یعنی سلام بر شما باد، و کارمند جواب میده و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، یعنی و سلام و رحمت خدا و برکتهایش بر شما باد. خب پس در جواب هم داره احوال پرسی میکنه، سلام علیک میکنه. زائر میگه صباح الخیر یا اخی، صبح بخیر برادرم، و کارمند داره میگه صباح النور و سرور. صباح النور و سرور در واقع در ترجمه بخوام بگیم میگه نور و شادی، یعنی صبحت نورانی و شاد باد، میشه صبحت نورانی و شاد باد، ولی در واقع در جواب صباح الخیره. همینطور که ما صباح الخیر رو در واقع میگیم صبح بخیر در فارسی میگیم، در جواب هم میگیم صبح بخیر، اینجا در جواب صبح بخیر میگن صباح النور، یعنی صبحت نورانی. واژگانی پس میشه صبحت نورانی و شاد باد، ولی خب در واقع ما در دیالوگ‌های فارسی میگیم همون صبح بخیر. زائر میگه کیف حالک، حالت چطوره، و کارمند میگه انا بخیر و کیف انت، من خوبم تو چطوری. زائر داره میگه بخیرن و الحمدلله، میگه خوبم و سپاس مخصوص خداست. کارمند داره میگه عفوا من این انت، ببخشید اهل کجایی، من این انت، از کجا هستی، یعنی اهل کجا هستی. انا من جمهوریت اسلامیت الایرانیه، من از جمهوری اسلامی ایران هستم یا اهل جمهوری اسلامی ایران هستم. و کارمند میپرسه ما اسمک الکریم، اسم گرامی شما چی هست، نام گرامیتون چی هست. زائر میگه اسمی حسینون و ما اسمک الکریم، میگه اسم من حسینه، نام من حسینه، و نام گرامی شما چیست. و کارمند میگه اسمی عبدالرحمن، نام من عبدالرحمن هست. زائر میگه هل سافرت الی ایران حتی الان، زائر میگه آیا تا کنون به ایران سفر کرده ای؟ و کارمند میگه لا مع الاسف، نه متاسفانه،
لکنی احب ان اسافرم، ولی دوست دارم که سفر کنم. و زائر میگه انشاءالله تو سافر الی ایران، میگه اگر خدا بخواهد به ایران سفر میکنی، یا اونی که ما در فارسی داریم میگیم انشاءالله به ایران سفر میکنیم. و کارمند میگه انشاءالله اگر خدا بخواهد، الاللقا با امید دیدار، مع السلامه به سلامت. و در جوابش زائر میگه فی امان الله، یعنی خدا حافظ، در پناه خدا. و کارمند در جواب میگه فی امان الله و حفظهی یا حبیبی، در پناه و حفظ و نگهداری خدا باشی ای دوستم، ای یارم. یادت باشه که اینا واژه‌هایی که داره استفاده میشه در جواب همدیگه میاد، یعنی مثلا الاللقا برای خداحافظی، فی امان الله برای خداحافظی، در جوابش فی امان الله و حفظهی مثلا داره میگه. یعنی خیلی از این واژگانایی که ما داریم اینجا میبینیم در واقع چیزایی هستش که در دیالوگ‌ها استفاده میشه، در محاوره‌های روزمره استفاده میشه. خوب است که اینها رو در واقع ما چیکار کنیم، رعایت بکنیم. خب رفقا، بخش اول کار ما تموم شد، بخش اول جلسه اولمون تموم شد. ما واژگان رو خوندیم، در واقع اون متن درس یک رو کامل خوندیم و لغت به لغت هم ترجمه کردیم. این لابله اگر نکات قواعدی هم باشد راجع به صحبت خواهیم کرد. بخش دوم منتظر باشید.